اهل اعراب. ما ظهور این امر که موعود ادیان به جهان آمد و جنود عرفان بیاراست، جمیع قبائل رو به گریز نهادند. مردم اختلاف یافتند و تمسک به اوهام جستند. نمی بایست بدان چه در کتب نازل شده است از این کتاب ناطق ممنوع شوند. نمی بایست به ذکر ولایت و نبوت از خدا باز مانند. توجه خلق باید به حق باشد، بدان چه از قلم اعلا نازل شده است گوش فرا دارند. اگر بوی خدا به مشامشان رسید، دست از اعراض بشویند و خود را از فضل حق محروم نسازند. عجب در این است که علما در حین نزول آیات در خلف حجابات ماندند. چشم عنایت خدا بر ایران می جلده. کسی را که هر روز و هر شب می جستند نیافتند. تا از دیده ها پنهان بود به نام او افتخار می کردند. چون با حجت و برهان به جهان آمد از نفس او روی برتافتند. به اسما و اذکار از مالک آنها محجوب ماندند. علوم اینان را از معلوم باز داشت. از آن پس که پرده ها دریده شد، مردم را در پس پرده دیگر پنهان ساختند. از خدا بترسند و خود را در میان او و بندگانش حجاب نکنند. اگر اینان به مطلع امر ایمان می آوردند، مردم از او اعراض نمی کردند و آنچه امروز می بینید بر او وارد نمی آمد. کسانی از علما کتاب به دست می گیرند و بدان بر خدا استناد می جویند، چنان که هر ملتی چنین کرده و از کتاب خود در برابر خدا دلیل آورده است. باید بدانند که کتاب خداست که میزان حق است و آن را به میزان قواعد علوم که در دست خلق است نمیتوان سنجید. باید زنجیرهای اوهام را بگسلند، چنان که در اول امر سبب اعراض خلق شدند، در این یوم علت اختلاف در اطراف نشوند. از احواء خود دل برکنند. امری را که اسنام اوهام از آن به استراب افتاد بپذیرند. اگر افق اعلا را ببینند، مردم را به خود با میگذارند و در مقام محمود به امر محمود دل می سپارند. ولیکن اگر به سوی خدا روی آورند و به امر او در آیند، دیگر نباید در آن فساد افکنند و کتاب خدا را به احواء خود قیاس کنند. فضیلت علم. علمایی که چنین کنند به امر بها مقبل شوند و در آن به طریق صلاح روند، مقامی بزرگ دارند. امواج بحر اعظمند، انجم سماع فضلند، درفش پیروزی در میان زمین و آسمانند، مطلع بیان برای جهانیانند. تعلم علوم مجاز است به شرط آن که به جدال در کلام منتهی نشود. هر پدری باید فرزندان خود را خواه پسر خواه دختر با تعلیم علوم تربیت کنند،
قفلت از این فریزه روا نیست. اگر پدری خود چنین نکند، بیت عدل بلد باید او را ملزم سازد، یا خود متعهد تربیت اولاد او باشد. حکم محو کتب منسوخ شد و حرمت سؤال از مظهر امر از میان رفت، به شرط آن که سؤال از امری باشد که به کار آید، نیازی را از میان ببرد، شما را در راه خدا سود رساند. به تعلم السنه مختلفه مأذونید، تا به تبلیغ امر الله و بست ذکر او در بین ملل توانا شوید. ولیکن به هر حال بدانید که هرچه کتاب در جهان باشد، شما را از آیات این کتاب بی‌نیاز نمی‌دارد.